اینجا جاده یواشناسی جوار میدان هوایی بین المللی آمد کرزه است که مربوط اوزه نهم امنیتی شهر کابل می شود. درست حمله کننده انتحاری با استفاده از یک موتر کرولا که پر از مواد انفجاری بوده است، کاروان موترهای پلیس اتحادیه اروپا را در همین جاده هدف قرار داده است. این حمله در ساعات پر ازدحام در این منطقه رخ داده است. همین طرف آمد موترهای پیسو می رفت، دو سه چهار موتر بودن بود. ما در پالو ما یک گرم وست شد دیگه نفهمیدیم که چرا خیلی موتر ما از این سونام خوردم می رفت و از این سونام چرا موتر گرفت. خدا خود ما رفت، خدا نگاه کرد که اندوال ما ساعت بر آمد، ما موتر تکه تکه شده دیگه بر آمدیم. از این موتر هم قدیدیم که چهار طرف هم زخمی ها افتاده بود دیگه، با ما معلوم نشد چند تا زخمی شد چند تا شهید شد. زده همون چیزی که دم به سوری از دوم از بین رفته، نفرهای راگذار هم بسیار مردم از بین رفته. با تعداد 8 9 10 نفر خواهیم چه کل دست پای هر جای زر بغل ما جمع کردیم خودمون با دست خود دا زیاتر کمتر ما جمع کردیم. از می جادیم بالا رودا و دست پای کل چیز جمع کردیم. از ما خانه کل کلکین دانه دروازه کلش از بین رفته. فضل خدا هم ستی از ما اشتکا زخمی هستن خلاص دیگه، کلکین و دانه و دروازه خانه چیز استفاده کردن نیست. کرولا بود که موتر دیگه زده، کرولا بود که موتر آمریکایی‌ها برابر کرده زده. معلوم نیست موترهای سرپت بود، موترهای زیری بود، زیری موترهای زیری از صرف آریکاس از بود. در چند صد متری این حادثه چندین مرکز نظامی داخلی و خارجی نیز است و این جاده از تدابیر شدید امنیتی نیز برخوردار می باشد. هدف انتحار کننده نیروهای خارجی بوده است. یک تن از سخنگویان ماموریت پلیس اتحادیه اروپا گفته است که یکی از موترهای این اتحادیه آماج قرار گرفته که در نتیجه آن یک تن از کارمندان آنان کشته شده است و 3 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت داخلی کشور میگوید در این حمله 2 تن شهید شده و 18 تن دیگر زخمی شده اند. طالبان با تماس به رسانه ها مسئولیت این حمله را به عهده گرفته اند. حوالی ساعت 9 صبح امروز در مربوطات حوزه نهم این نزدیک به هواشناسی کابل یک انفجار در یک حمله انتحاری که انتحار کننده از واسطه نوع کرولا استفاده کرد صورت گرفت. متاسفانه در این حمله 8 تن از افراد ملکی مجروح است، به شمول 8 خانم و 2 خانم شهید داریم. انتحار کننده هدفش مشخص در مساحه و سایتی بوده که از این مسیر می گذشته و در این حمله 3 واسطه، 2 واسطه ملکی و 1 واسطه نیروهای خارجی هم خسار آمد شده. امروز باز هم مخالفان مسلح وحشی صفت حمله انتحاری را در برابر دفتر هواشناسی در خوجرواش کابل انجام دادند که در اثر زی هنوز تلفات و زخمیهایش معلوم نیست، ولی باز هم حادثه در کابل آفریدند و جان شماری از مردمان مسلمان کابل اینا گرفتند. این حمله انتحاری در حال صورت میگیرد که کابل در چند روز گذشته شاهد چندین حمله انتحاری و انفجاری بوده است. باشندگان کابل از حکومت میخواهند که در قسمت تامین امنیتشان توجه بیشتر کند. حفیظ الله سالنگی، تلویزیون نور، کابل.